به قسمت دیگه از برنامه آنساب خوش اومد. الان دفعه سومیه که دارم این ویدیو رو میگیرم. توی 2023 اینقدر اتفاقای مختلفی افتاده که یه سری داستانها رو از طرف فرقه های شیطان پرستی، از طرف ایلومیناتی، از طرف مراسمی که شیطان پرستا دارن اجرا میکنن جلوی چشم مردم. اینکه اقلیت هستن و اینکه چرا اصلا جلوی چشم ما این کارو میکنن و چرا ما تا الان نسبت بهشون کور بودیم و اینکه عمق این جنایتی که دارن میکنن چقدر زیاده. افتاده خیلی اتفاقای مختلفی افتاده توی 2023 و الان آخرین اتفاقی که در این داستان افتاده توی یکی از اجراها و چند تا از لباسها و رفتارهای افراد هالیوود توی برنامه گرمی اواردز بوده که به شروین حاجی‌پور و مردم ایران هم تبریک میگم به خاطر اینکه اون جایزه رو بردن. اما شاید حقیقت گرمی خیلی تاریک‌تر و وحشتناک‌تر از اون چیزی که فکر می‌کنین باشه و میتونم بهتون بگم که گرمی شاید الان و امروز یک مراسم فیقه شیطان پرستاست که برای شیطان حتی اجراش میکنن. و قبل از اینکه بگی چی داری میگی، بذارین که من بهتر بهتون داستان رو توضیح بدم. برای اینکه راجع به این موضوع بتونم صحبت کنم، شما باید بدونین که چه اتفاقاتی توی 2023 افتاده و بزرگترین اتفاقی که افتاد ربط به برند لباس بالنسیاگا داشت. Hold up. پاس. این برند لباس یه کار خیلی وحشتناکی کرد. یه کمپین لباسی اوورد با یه سری عکسا که این عکسا اینقدر بد بود که توجه همه رو جلب کرد. It's easy to write off smart people doing stupid things to incompetence or haste, but this one just It doesn't make sense. و این توجه همه باعث شد که مردم توی بالنسیاگا ریز بشن، برن پستای قدیمیشون، عکسای قدیمیشون، لباسای قدیمیشون، همه چیو زیر رو کنن، افرادی که براشون کار میکردن. و این در یه باطلاقی رو باز کرد که از اون موقع داره قلقلقل میکنه و همه کثافتا داره از این میریزه بیرون. من میخوام که یک ویدیو راجع به دیتیل ها و اتفاقاتی که در مورد کمپین این برند لباس اتفاق افتاد و براتون درست بکنم. اما ربط همه اتفاقایی که افتاد جایی که ما رو میبره به کودک آزاریه و کودک آزاری در چندشاورترین حالتی که میتونین تصور بکنید که یکی از بزرگترین برندهای لباس که افرادی مثل کیم کارداشیان، افرادی مثل مدونا، هر کی که فکر کنین آدمای معروف اینا رو میپوشن. یوتیوب 100% به من گیر میده. منتها من تصمیم گرفتم که این ویدیو رو به هر حال براتون درست بکنم به خاطر اینکه احساس میکنم برای اینکه بعداً بتونم براتون گرمی اواردز رو توضیح بدم و تمام اتفاقایی که داره میفته توضیح بدم، شما باید عمق فاجعه دنیایی که توشیم و افراد قدرتی که این دنیا رو دارن اداره میکنن رو بفهمین. و حقیقت اینه که افرادی که این دنیا رو اداره میکنن شیطان پرستن. شیطان پرستا یکی از بزرگترین کارهایی که دوست دارن انجام بدن آزار کودکانه. Nice to see you guys. چون کودکان پاکترین نوع زندگی و انسان هستن و شیاطینی که اینا بهشون دعا میکنن، براشون جایزه میبرن، باهاشون قرارداد میبندن، جدا از اون شیطانی که ازش صحبت میکنیم، شیطان اصلی، بلکه خدایان شریری هستن که سمبولیزم سنگین توی این خدایان هست. و قبل از اینکه بخواین تمام حرفای منو بگین چرت و پرته، یادتون باشه که ما هزاران هزار هزار ساله توی پرقدمتترین فرهنگهای دنیا مثل روم، مثل مصر، مثل حتی ایران باورهایی داریم از خدایان مختلف، از مراسم فرقه های مختلف. پس من نمیگم به چیزی باور کنین، اما میگم بشنوید و خودتون تصمیم بگیرید. پس مثل همیشه اگه براتون جالبه که بیشتر راجع به این موضوع بدونین، ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. بالنسیاگا همینطور که گفتم یک کمپینی رو انداخت و کمپین چیه؟ کمپین یک موج جدیدیه که شروع میکنن برای اینکه لباسا و چیزای جدیدی که میخوان بفروشن رو به نمایش بکشن. اوکی؟ بالنسیاگا عکس از لباسهای جدیدش و این کمپینش گذاشت و توی این عکس مدل‌هاش آدم بزرگ نبودن و بچه‌های کوچیک بودن. در وهله اول هر کی که اینو بشنوه با خودش فکر می‌کنه خب پس لباس برای بچه‌ها بوده، این کمپین مخصوص بچه‌ها بوده و مناسب بوده برای سن یک کودک. باید بهتون بگم که نه. نه.
نه و نه. توی این عکس ها یه سری بچه خیلی کوچیک 6 7 ساله 5 ساله وایستادن و نه تنها دورشون پر از چیزهای چرمی و سیاه و اینجور چیزاست، بلکه یه سری عروسک خرس دستشونه و عروسک خرسا تنشون لباسهای S&M. حالا این لباس ها چیه؟ S&M چیه؟ BDSM چیه؟ توی روابط جنسی یک فرهنگی هست که یه سری بهش علاقه دارن به این همین اسمی که گفتم، که یعنی تو با یه سری لباس چرمی دهن طرف رو میتونی ببندی، دست و پاشو میتونی ببندی، شلاق میتونی بزنی و شروع میکنی به هم خشونت نشون دادن. یک صورت خیلی وحشیانه روابط جنسیه که از سالها و سالها پیش بوده. خب؟ و دقیقاً لباسی که تن این اسباب بازی است که دست این بچه است، دقیقاً همون لباسه، همون لباسی که آدم بزرگا میپوشن و همو توی تخت میزنن که لذت جنسی ببرن. تا اینجاش با من این دیگه، تا اینجا متوجه میشین که چرا اینترنت ترکید و همه شروع کردن به بالنسیاگا حمله کردن. Children were taken advantage of in a shoot by pedophiles and sickos and weirdos, okay? Children were being used as props for somebody that has a bizarre sexual fetish for children. Stop calling it fashion. It's sick. It's disgusting. که آقا چرا داری بچه ها رو به روابط جنسی ربط میدین؟ بچه ها پاکن، نباید به این موضوع ربط داشته باشن. کاش موضوع اینجا تموم میشد، کاش موضوع اینجا تموم میشد. انقدر این موضوع عمیق و کثیفه که من نمیدونم کی میتونه این ویدیوی من رو نگاه کنه و باز هم بگه که نه این حرفایی تو چرت و پرت. چشمای این عروسک ها، که این عروسک ها پاندام هستن، یعنی خرس پاندان، چشماشون از حدقه زده بیرون انگار که من زیر و بالای پلکم باد بکنه و آبی و بنفشه. آبی و بنفشه رنگیه وقتی که کبود میشی، آبی و بنفش میشی. حالا این چشا چرا مهمه؟ این چشا یک سمبوله، یه اتفاقیه که خیلی آدمای کمی ازش خبر دارن و ربطش هست به ترافیک کردن بچه‌ها. ترافیک کردن بچه‌ها یعنی چی؟ یک سری مافیاها هستن، یک سری دسته‌های آدم‌ها هستن پشت صحنه که بچه دزدی میکنن و بچه ها رو میفروشن به دلایل جنسی، به دلایل فروختن اعضای بدن. به هر حال بچه ها رو میبرن و باهاشون رفتارهای خشونت آمیز و به زور انجام میدن. وقتی به یه بچه این کار رو انجام بدی، چشمای بچه ها دقیقا شبیه چشم این عروسک ها میشه، باد میکنه و کبود میشه و این از تجاوز به یک بچه میاد. بالنسیاگا نه تنها این لباس رو داد، این عروسک رو داده دست بچه ها، بلکه این سمبول و این ایهام رو اونجا گذاشته و اون لباس هم تن این عروسک ها کرده. یعنی کاملا داره به ما نشون میده که هدفش چیه. This Balenciaga thing is not just a messed up advertising campaign and stupid cookies and little hidden things. No, this is pedophiles telling you they're pedophiles. Genuinely in real time. یادتون باشه که بالنسیاگا مثل گوچیه، مثل لوی ویتانه، برای اینکه یه کمپین رو بذارن اون بیرون و پخشش بکنن، صدها آدم میبینن، اول رد میکنن، امضا میکنن که اوکیه بده بیرون و این اتفاقی نبوده، میخواستن اینو بذارن که شما ببینین. اما این کاملا سطح قضیه است و خیلی از این عمیق‌تر و وحشتناک‌تر میشه. گوش بده. مردم که اینو دیدن شروع کردن به عمیق شدن توی داستان و در آوردن ته و توی قضیه و یه عدی رو پیدا کردن. عد یعنی یه تبلیغی رو پیدا کردن از بالنسیاگا از چند ماه قبل. یه کیف بالنسیاگاست که زیر اون کیف یه عالمه ورقه و روی یکی از این ورقا نوشته داره. دوباره تکرار میکنم، اینا ست دیزاینر دارن، یعنی تمام چیزایی که اینجا گذاشته میشه از ذره بین رد میشه، اپروو میشه، اوکیشو میدن، میذارن و به آدما هزاران دلار پول میدن که اصلا اینو درست بکنن. خب روی اون ورق چیزی که نوشته شده یک مقاله ایه که از یک دادگاهی در آوردن که اون دادگاه راجبه فیلم های جنسی کودکان بوده، فیلم های روابط جنسی کودکان، یعنی پورن کودکان که همه جای دنیا غیر قانونیه. چرا باید اون زیر باشه؟ چرا؟
چرا باید بالنسیاگا توی چیزی که داره کیفشو تبلیغ میکنه یه ورق بذاره راجب یه همچین چیزی؟ توی یه عکس تبلیغاتی دیگه بالنسیاگا یه سری کتاب اون پشته و روی یکی از این کتابا نوشته مایکل بورمن. مایکل بورمن رو میتونین سرچ بکنین، یک آرتیستیه که عکسای وحشتناک و خونین و لخت از بچه‌ها میکشه. چرا دوباره لخت بودن بچه‌ها؟ نمیدونم، جنسی جلوه دادن بچه ها، فیلم های جنسی بچه ها، چرا ترافیک کردن بچه ها، چرا بالنسیاگا چرا اینا رو داره میذاره تو کمپیناش؟ من الان بهتون میگم چرا. اندرو تیت یه ویدیو داره که داره میگه که فکر نکنین این یک اشتباه بوده، این یک اتفاق بوده، اینا بچه بازهایی هستن، شیطان پرستایی هستن که دارن به تو میگن، دارن بهت اعلام میکنن آقا جون ما این کاره ایم. و وقتی تو لباسشو میخری، وقتی باز نگاه میکنی که معروف ترین بازیگرای مورد علاقت که میمیری براشون باز لباسشو میخرن، داری ساپورت میکنی. حالا چرا؟ اینا واسه چی هستن باید بیان نشون بدن خودشونو لو بدن؟ خب حتما همتون تا به حال راجب کارما شنیدین. کلمه کارما کلمه جدیدی نیستش که به گوشتون میخوره، منتها همه معنی درست کارما رو نمیدونن، فهم میکنن که کارما یعنی تو به من خیانت کنی یکی به تو خیانت میکنه، تو کار بد بکنی یه جا باید پس بدی. کارما خیلی خیلی پیچیده تر از ایناست. کارما یک قانون جهانیه، توی تمام کائنات این قانون وجود داره و برای همه چی وجود داره، از آدم فضایی ها تا زمینی ها تا ارواح تا شیاطین. مهم نیست کی، مهم نیست کجایی، مهم نیست چی، کارما میاد سراغت. و کارما مال این زندگی نیست، یعنی این نیستش که من الان یه کاری بکنم همین الان جوابشو بخورم. نه، تو اگه که کارهایی بکنی که کارما تو خراب بکنه، میلیون ها سال نوری روح تو باید بارها و بارها بیاد شکنجه بشه، همون بلاها سرش بیاد تا کارما تو پس بدی. و برای صاف کردن کارما یه سری قوانین، دوباره میگم، قوانین جهانی و کائناتی وجود داره که تو بتونی کارما تو حواست باشه نخوای پس بدی. و یکی از این قوانین اصلی که شیطان پرستا و ایلومیناتی بسیار بهش پایبندن اینه که به شما نشون بده که چه بلایی داره سرت میاره. وقتی بالنسیاگا میاد، وقتی خواننده مورد علاقه تو میاد و به تو نشون میده که بچه بازه، همه جوره جلوی چشمات این کار رو انجام میده و تو باز هم اوکی، داری بهش این اجازه رو میدی که بلایی که میخواد و سرت بیاره، در نتیجه براشون کارمایی نداره. اگه مشخص باشه و اعلام کنی و نشون بدی و طرف تصمیم بگیره که اجازه رو بده، تصمیم خودش بوده و کارما نداره. و دلیلش اینه که هالیوود سال هاست داره حقیقت رو به شما نشون میده، سال هاست. حالا داستان از این عمیق‌ترم میشه. اولا که آدما شروع کردن بالنسیاگاشون رو پاره کردن، بالنسیاگا اومد چرت و پرت گفت او اشتباه شده. یعنی چی اشتباه شده داداش؟ چند بار اشتباه شده؟ اصلا مگه میشه اتفاقی اشتباه بشه؟ Balenciaga are pedophiles. Repeat after me. Balenciaga are pedophiles. Yo, but what about okay? Why will no one say it? You don't accidentally include court papers from child pornography cases in multiple photo shoots. You don't accidentally include references to Baal, a god which ate children, in multiple photo shoots. You don't accidentally include works of art that show children naked dancing around fires in multiple photo shoots. You don't accidentally put bondage gear with children. و طبق معمول اینترنت خیلی ریلکس ول کرد یه همچین داستانی، یعنی یه مدت همه بالنسیاگاشون رو گفتن کنسل کردن و خیلی پاک کردن و ریختن دور. اما حالا میبینیم که چی میشه. بیاین عمیق‌تر شیم تا بفهمیم چرا میگم شیطان پرست. یه کمپین دیگه بود از بالنسیاگا که روی زمین یک چسبیه روش نوشته بالنسیاگا، اما این دفعه بالنسیاگا رو BAAL نوشته بودن به جای BAL، دو تا A داره که این دیگه بال نیست، باله، بال انسیاگا. تو گوگل می نویسیم بال انسیاگا و به انگلیسی ترجمه می کنه بال is king، یعنی بال شاهه. بال کیه؟ بال خدای قربانی کردن کودکانه، یکی از خدای شیاطینه که کودکان رو براش قربانی میکنن. وحشتناک داستان کجاست؟ وقتی این داستان رو شد، همه رفتن بال رو سرچ کردن توی گوگل، بال بالنسیاگا بالنسیاگا، و سکرین شات هایی هست
که مردم قبل از این اتفاقا وقتی شروع شد، وقتی که می نوشتن بال کیه تو گوگل می اومد، عکسش هم می اومد که براتون گذاشتم، که خدای قربانی کردن کودکان بال. الان وقتی تو گوگل می زنی می نویسه خدای برکت برای کودکان. و من تنها کسی نیستم که اینو فهمیدم، ویدیو می زارم براتون از آدمای دیگه که اینو فهمیدن. یا they're brainwashing us. Google doesn't say the same thing anymore. Like literally, I posted my video like 2-3 days ago and now Google is just completely different. What is Baal, Canaanite god? Apparently now he's a god of fertility, weather, rain, wind, lightning, seasons, war, and sailors. Like I promise you, if I was to look up Balenciaga and Baal, it's not gonna show up. Wait. No fucking way, it's completely gone off of Google. بیشمار آدم فهمیدن که گوگل رو عوض کردن که اولین چیزی که سرچ میکنی غلط انداز باشه، منتها که وقتی درست سرچ کنی بازم میتونی ببینی که بال در باستان واقعا خدای قربانی کردن کودکانه، یعنی نمیتونن حقیقتو که پاک کنن. پس دوست من فهمیدی چی شد؟ اینا شیطان پرستن، برای خدایانشون جایزه میبرن و در جواب وقتی روحشون رو میفروشن یه سری برکت ها میگیرن و بردگان این شیاطین و شیطان هستن. و بال یکی از خدایانیه که توی این دنیا دارن بسیار بهش قربانی میدن، که اینجاست که میرسیم به این که تو گرامیز، تو برند مورد علاقت، سلبریتی مورد علاقت، تا ته تو داستانه شیطان پرستی فرو رفته. چند تا از عکسای کیم کارداشیان و نورث بچهش رو نگاه کنیم. حالم بد شد، همین که براتون تعریف کردم داستان خیلی عمیق‌تر از ایناست. آدمایی که برای بالنسیاگا کار میکنن ملت رفتن و تتوشون رو درآوردن، دیزاینراشون و چیزهایی که تو سوشال میدیاشون پیدا شده. یه ویدیو یکیشون هستش که هی عکس توی سوشال میدیاش میذاره، توی توییترش، بذارین درارم پیدا کنم بهتون بگم. این اکانت مال لارا بکوواه که یکی از استایلیستای بالنسیاگاست و برندای فشن خفن دیگه. این عکس یه بچه‌ایه که یک خار گل رز داره میره تو دستش و داره توی بدنش نشون میده این مسیری که درد رو از انگشت به سرش وصل میکنه. در واقع درد کشیدن رو با آناتومی بدن یه بچه به تصویر کشیده. اینا دوست دارن بچه ها رو زجر بدن، دوست دارن و میکنن این کارو. یکی از معروفترین جاهایی که سلبریتی هایی که دوستشون دارین میرفتن جزیره اپستین بوده. اپستین یک مردی بود که گرفتنش و فهمیدن بچه ترافیک میکرده تو جزیرش، تو جزیره که الن، این، اون، همه خواننده و بازیگرا میرفتن و گفتن لیست آدمایی که میرفتن اونجا رو ما به پابلیک، یعنی به شماها نشون نمیدن، چون مردم اگه حقیقت رو بفهمن خورد میشن، چون هیچکی نمیخواد بدونه که سلبریتی مورد علاقش میرفته تو جزیره که بچه ترافیک میشده، عشق و حال که نگاه کنن زج کشیدن این بچه‌ها. ما اینفلوئنسر سرا رو میبینیم، بالنسیاگا تنشون میکنن، احساس خفنی بهشون دست میده، گوچی، این، اون. خواهش میکنم بیدار شید، دنیای ما دست آدمای کثیفیه. ما که تو ایران بزرگ شدیم باید بهتر از این آینا رو بفهمیم. همون هیولاهایی که تو ایران میبینین تو خارج با ماسک زیباتری نشستن و پشت پرده کثافت‌ترین کارا رو میکنن. میگی نه؟ با منطق به من توضیح بده چیزی که امروز توضیح دادم واسه چی وجود داره؟ چرا؟ بالنسیاگا نگیرین، بال خدا نیست، خدا خداست. امیدوارم که هممون از امان این شیاطین کثافت در امان باشیم، از امان نه از اینا در امان باشیم. این بود قسمت امروز، امیدوارم خوشتون نیامده باشه. تا قسمت بعد میبینمتون.